ادبیات سرگرمی یا عامه پسند چیه؟ و رمان‌هایی مثل بامداد خمار چه ویژگی‌هایی دارن که اینقدر پرخواننده میشن؟ اینو ادبیات از کی و چطور در ایران شروع شد؟ اسد سیف پژوهشگر و نویسنده که در این حوزه تحقیق کرده از آلمان مهمان منه تا در این باره با هم صحبت کنیم. اگر موافق باشید بحث رو با مرور تاریخچه ادبیات عامه پسند یا ادبیات سرگرمی شروع کنیم. ادبیات سرگرمی از قرن 18 است که تو جهان شروع میکنه به تولید. با جنبش رنسانس، رمان نویسی مدرن، داستان نویسی مدرن آغاز به کار میکنه. در کنار این ادبیات، ادبیات دیگه هم بنیان میگیره که بعدها به نام ادبیات سرگرمی، ادبیات عامه پسند و تو کشور خودمون به پاورقی نویسی مشهور میشه. اینا این ادبیات بعداً به شاخه های دیگه ازش به وجود میاد، مثل ادبیات پلیسی، ادبیات جنایی و ادبیات عشقی، البته عشقی سرگرمی و کارتون و غیره و غیره. شما تمایز جدی قائلید بین ادبیات خلاقه و ادبیات سرگرمی. از دید شما این دو چه تفاوت‌های عمده‌ای با هم دارن؟ ادبیات عامه پسند یا سرگرمی در مقابل ادبیات خلاقه قرار می‌گیره. ادبیات خلاقه ادبیاتی چند سطحی در چند لایه نوشته میشه اینا و ذهن انسان رو به تکاپو وامی داره. ذهن انسان جستجو میکنه و قرارم نیست به سوالی پاسخ داده بشه اینا و میتونه پایان خوشی نداشته باشه. ادبیات سرگرمی ادبیاتی که در سطح میمونه، ادبیاتی که واسه عامه مردم نوشته میشه. عامه مردم یک آرزوهایی دارن که میخوان بهش برسن و نمیتونن بهش برسن. شخصیت‌های رمان‌های عامه پسند شخصیت‌هایی هستن که نمایندگی میکنن این خواست‌ها، این آرزوهای آدم‌های معمولی رو. ممکنه درباره سابقه ادبیات سرگرمی در زبان فارسی بگید؟ منظورم ادبیات سرگرمی به عنوان یک گونه ادبیه که ما از غرب وام گرفتیم. میدونیم که رمان و در کنارش ادبیات سرگرمی با تأخیری 100 ساله به ایران رسید. در زمان مشروطیت بود که پاورقی نویسی وارد ایران میشه. در همین زمان بود که آثار الکساندر دوما، بالزاک، سو به فارسی ترجمه میشه و جالب اینه بدونیم که یکی از مترجمای چیره دست این زمان طاهر میرزا بوده، از شاهزادگان زمان قاجار بوده. اینا به اندک زمانی پاورقی نویسی تو ایران رشد میکنه، نشریات زیادی منتشر میشه و به اصطلاح این نشریات به شکل روزنامه یا هفته نامه می نویسن. از آثاری که میشه نام برد تهران مخوف و مشفق کاظمی نوشته، ما 10 نفر غزل باشو داریم که حسین مسرور نوشته، شهرناز داریم که یحیی دولت آبادی نوشته. به اعتبار همین پاورقی هاست که تیراژ نشریه تو ایران به 300,000 نسخه در روز میرسه. ایرانی که فکر کنم هنوز جمعیتش به 20 میلیون نفر نرسیده بود، بین 15-16 میلیون نفر بود. اینا این ادامه پیدا میکنه، این پاورقی نویسی، تا زمانی که فکر کنم سال 48 بود وزارت اطلاعات رژیم شاه 62 تا روزنامه را همزمان تعطیل کرد و این تیر خلاصی بود به پاورقی نویسی. وضعیت ادبیات سرگرمی در ایران بعد از انقلاب رو چطور ارزیابی میکنید؟ ببینین بعد از انقلاب با آغاز سرکوب تا سالها در عرصه ادبیات هیچی منتشر نشد. هیچی. بیابان به تمام معنی کلمه. پایان دهه 60 اما
ادبیات سرگرمی که 4 دهه ازش خبری نبود دوباره سرکلش پیدا میشه. ادبیاتیه که به اصطلاح آدم میتونه جای پاشو در آثار حسین قلی مستان، ری اعتمادی و اینا پیدا بکنه اینا، اما ادبیاتیه که به شکلی خودشو منطبق کرده با ادبیات با موقعیت جمهوری اسلامی. و خب این ادبیات منتشر شد، حالا میشه تا اون اندازه منتشر شد، تا اون اندازه رونق گرفت که بر اذهان عمومی تأثیر گذاشت، ذهن ایرانی را نسبت به رمان، نسبت به ادبیات خلاقه تغییر داد. وقتی که از دانشجویان ایرانی میپرسن بهترین رمانی که خوندی چیه، طبق آمار دارم صحبت میکنم، وقتی که میپرسن ازشون، میگه از نویسندگان خارجی دانیل استیل، از نویسندگان ایرانی فتانه حاسه جوادی بامداد خمار، بعدش در کنارش از بوفکور نام میبره. این دوتا دنیاست. بوفکور نمیتونه در کنار بامداد خمار بشینه. کسی که این حرفو میزنه یعنی رمان نمیدونه چیه، و این ذهن ایرانیه که تغییر پیدا کرده. عاملش همون سانسوره. سانسور باعث شد ذهنها عوض بشه. ببینین ادبیات خلاقه احتیاج داره به آزادی فرد، احتیاج داره به دموکراسی. وقتی که آزادی های فردی و اجتماعی در جامعه موجود نباشه، ادبیات خلاقه میلنگه. در این موقعیت ادبیات سرگرمی میدانداری میکنه، و چنان که میبینیم داره میدانداری میکنه. ادبیات خلاقه تو ایران امروز تبدیل میشه به معما نویسی، ادبیات سرگرمی میشه ادبیات به طور کلی، میشه ادبیات. تسخیر میکنه مطبوعات، تسخیر میکنه دانشگاه ها را، تسخیر میکنه. و جالب اینه که یه چیز شاید نکته جالب باشه واسهتون، که تو ادبیات سرگرمی جهان زنان پرچمدار ادبیات سرگرمی بودند بعد از قرن 18. در ادبیات امروز ایران هم، در ادبیات سرگرمی ایران هم زنان هستند که حرف برای گفتن دارن در رمان ها. البته حرف مردها رو میزنن، ولی به هر حال زنان داستان نویس ما در ادبیات سرگرمی یک تازی دارن میکنن. اگه میشه برای اینکه بحث روشن‌تر بشه، از بین نویسندگان زنی که تو این حوزه کار میکنند چند مثال بیارید. در ادبیات سرگرمی ایران اگه نگاه بکنیم، چند تا نام شاخصه. در رأس همه بامداد خماره. بامداد خمار اثر خانم فتانه حاجس جوادی در رأس. بعد از این میرسیم به خانم فهیمه رحیمی. خانم فهیمه رحیمی حدود 40 رمان، بیش از 40 رمان منتشر کرده و عاشقانه ترین نویسنده رمان های سرگرمی در ایرانه. و جالبه که بدونیم ایشان تحصیلات حوزه‌ای دارند. بعد خانم نازی صفوی هست که کتاب دالان بهشتش از پرفروش‌ترین کتاب هاست. همین کتاب ها هر کدوم بیش از 50-60 بار تجدید چاپ شدند. و شاید جالبترم باشه بگم که آثار ادبیات سرگرمی دهه 40 ایران سالهای اخیر تجدید چاپ شده، مثل آثار رعتمادی و اینا، و استقبال هم میشه ازشون. و این چی میگن، عقبگرده در ادبیات ما.